وقتتون بخیر و خسته نباشید میگم خدمت بینندگان عزیز کانال خانه سلامت حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوایم از خواص آب ماست بهتون بگیم از تقویت استخوان ها تا تقویت سیستم گوارش بدن و خوشحال میشم که همراه ما باشید. برخی از افراد بر این باورند که آب ماست رو باید مصرف کرد و برخی دیگر میگن باید اون رو دور ریخت. اما در واقع استفاده از آب ماست خواص مناسبی به همراه داره. باورهای متفاوتی درباره نگهداری آب ماست و یا دور ریختن اون وجود داره. به اعتقاد برخی از مردم آب ماست مزایایی داره و برخی دیگه معتقدند که نباید آب ماست رو مصرف کرد. تو این ویدیو خواهیم دونست که مزایای آب ماست به چه صورته. آب ماست وقتی که شیر جوشیده و قلیز شده رو برای تهیه ماست آماده می کنید روی سطح ماست تشکیل میشه و حاوی مقدار کمی چربی و پروتئینه. رنگ آب ماست خونساست و اغلب روی ماست خانگی و ماست های پاستوریزه مشاهده می کنید. ترکیبات آب ماست مانند خود ماسته. به همین دلیل نباید دور ریخته شه. اگه ظاهر این گونه ماست برای شما ناخوشاینده میتونید با استفاده از یک قاشق آب ماست رو با ماست ترکیب کنید و یا قبل از مصرف در ظرف اون رو خوب تکون بدید تا با ماست ترکیب بشه حالا خواص آب روی ماست چیا هستش آب روی ماست وی نامیده میشه و حاوی می می مقداری پروتئین، پتاسیم، کلسیوم و مقداری چربیه ترکیب وی با ماست نه تنها مانع از از بین رفتن این خواص میشه بلکه حالت خامه این شکل به ماست میده همچنین آب ماست دارای مقادیر زیادی مواد معدنی و ویتامین های محلول در آب مثل ویتامین B2 و B6 به همین دلیل افرادی که رژیم چربی و پروتئین دارند باید از مواد معدنی و ویتامین ها استفاده کنند که آب ماست میتونه بهترین انتخاب برای اونها باشه برخی از افراد نمیتونن به دلیل وجود پروتئین بسیار در شیر از مصرف اون من شدن. آب ماست به دلیل داشتن پروتئین کم میتونه جایگزین مناسبی برای شیر باشه. آب ماز کار کلیه ها رو سنگین نمی کنه و دارای پروتئین بسیار نیست که باعث چاق شدن باسن و ران و شکم بشه. کلیه ها توانایی تحمل پروتئین به میزان کمو دارن. مصرف زیاد پروتئین فشار روی کلیه ها رو افزایش میده و در نهایت اجزای تشکیل دهنده کلیه صدمه دیده و حساس میشه. آب ماست مشکل یبوست رو رفع میکنه. برای درمان یبوست نوشیدن یک دیوان در روز کافیه. اسید لاکتیک و میکروب های اسید لاکتیک موجود در آب ماست موجب تحریک روده میشه و عمل دفع رو راحت تر میکنه. افرادی که مشکل اضافه وزن و چاقی دارن میتونن از رژیم محتوی آب ماست استفاده کنند. نداشتن چربی، پایین بودن کالری، وجود ویتامین و مواد معدنی در آب ماست بدون ایجاد کمبود مواد مغذی به کم کردن وزن و لاغری کمک میکنه. همچنین برای هضم غذا بسیار مناسبه. علاوه بر باکتری های اسید که موجود در آب ماست تازه پروتئین موجود در اون به سیستم ایمنی بدن قدرت میبخشه. آب ماس باعث از بین رفتن سلول های چربی هم میشه. میزان بالای مواد عالی و معدنی موجود در آب ماست باعث رشد تقویت استخوان ها و تحریک سلول های بنیادین تشکیل دهنده استخوان میشه. این امکان ابتدا با جذب مواد حیاتی از طریق روده ممکن میشه آب ماست با دارا بودن حالت دفع بلغم و پاکسازی بدن از اخلاط مزر که گاهان باعث تورم مفاصل در افراد بلغمی مزاج میشه باعث کاهش تورم در مفاصل و درمان در طولانی مدت میشه طبق تحقیقات فرایند گوارش و دفع اغلب افراد سالمند دچار مشکلات گوارشی میشه با مصرف مداوم و مرتب آب ماست نه تنها اصلاح میشه بلکه باعث درمان بسیاری از مشکلات میشه بواسیر و هموروی که در اثر نامنظم شدن گوارش در این افراد ایجاد میشه رو در ابتدا پیشگیری و درمان میکنه تذکر این که کسانی که یبوست ندارن باید از مصرف آب ماست خودداری کنند زیرا باعث اسهال میشه حالا روش مصرف آب ماست چجوریه؟ هندوانه ای را از وسط برش بدید و هسته های اون رو جدا کنید. سپس گوشت اون رو چرخ کنید و با نیم لیتر آب ماست اون رو به صورت پوره در بیارید. با افزودن وانیل و شکر مزش رو میتونید بهتر کنید. میتونید از آب ماست در تهیه دوغ هم استفاده کنید. برای تهیه دوغ باید ماست آب ماست و مقداری کمی آب و نمک را با هم ترکیب کنید در نهایت با افزودن کمی نعن خشک از دوغ خوشمزه خودتون لذت ببرید مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت با ما در اشتراک بذارید و ما کامنتاتون رو حتما میخونیم و از اونها استفاده میکنیم و تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگه دارتون.